جمهور علما نظرشون بر این است که خواندن یک سوره دیگر بعد از قرائت سوره فاتحه در نماز واجب نیست بلکه سنت است و اگر کسی آن را ترک کرد نمازش صحیح است نماز باطل نمی شود زیرا أزرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه که در روايتك درسيه است. إشان فرمود ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل اگر کسی بعد در نماز تنها سوره فاتحه را خواند این کفایت می کند و اگر کسی اضافه بر آن سوره دیگر خواند این اولاتر و بهتر هست سعی بکنید که بر همین اولاتر و بهتر عمل بکنید اما اگر که تنها سوره فاتحه را هم خواندید بنابر هر دلیلی نماز شما کاملا صحیح است منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در نمازهای دو رکعتی و همچنین در دو رکعت اول نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی هم خواندن سوره فاتحه واجب است و هم خواندن یک سوره دیگر پس بنابراین سعی بکنید که حتما یک سوره دیگر بعد از فاتحه بخوانید تا اینکه از این اختلاف هم خارج بشوید و بر افضل و بهتر عمل کرده باشید